بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. احساس امنیت بیشتر مردم و تلاش های دولت عراق برای جلوگیری از ورود آسیب به مسیحیان امید بیشتری به وجود آورده است. اما مسیحیان نینوا همچنان نیازمند حمایت بیشتر دولت هستند. سایت واتیکان نیوز اعلام کرد مبارزه مسیحیان برای بقا و پایداری در شمال عراق و دشت نینوا همچنان ادامه دارد. با افول ذهنیت‌های افراطی، احساس امنیت بیشتر مردم و تلاش دولت برای جلوگیری از ورود آسیب به مسیحیان امید بیشتری به وجود آورده است. اما بقای مسیحیان همچنان به حمایت بیشتری نیاز دارد. یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که تعداد واقعی مرگ و میر هند در مرحله اول همه‌گیری کووید 19 8 برابر بیشتر از آمار رسمی دولت بود. این کشور در سال 2021 توسط ویروس نوع دلتا ویران شد، زمانی که تخت خواب و اکسیژن بیمارستان‌ها تمام شد و مردم با نفس زدن در بیرون از مراکز بهداشتی و درمانی جان خود را از دست دادند. تحقیقات جدید نشان می‌دهد که موج اول اگرچه به اندازه موج 2021 مرگبار نیست، اما ویرانی بسیار بزرگتر از آنچه تا به حال تصدیق شده بود به بار آورده است. و خبری از پاکستان. حزب اصلی اپوزیسیون و مخالف پاکستان به رهبری عمران خان، نخست وزیر سابق پاکستان، روز گذشته گفت که هماهنگ کننده رسانه‌های خارجی آن و چندین فعال رسانه‌های اجتماعی این حزب رو بوده و ناپدید شدند. بستگان و حزب تحریک انصاف پاکستان آژانس‌های امنیتی دولتی را متهم به دست داشتن در این ناپدید شدن‌ها کردند و خواستار آزادی سریع آنها شدند. به گفته ی همسر یکی از روبوده شدگان، 20 نفر با لباس شخصی صبح زود وارد منزل آنها شده و قبل از بردن وی تلفن همراه و لپتاپ وی را مورد بازرسی قرار دادند. منابع محلی در استان غزنی افغانستان میگویند که یک کودک 10 ساله در پی انفجار سر گلوله خمپاره در شهرستان قره‌باغ این استان جان باخته است. گفته شده این کودک صبح روز شنبه 30 تیر در اثر انفجار سر گلوله باقی مانده از جنگ های گذشته جان باخته است. منابع محلی گفتند این کودک در حال چراندن گوسفندان بوده و پس از پیدا کردن این سرگلوله با آن مشغول بازی شده که در نتیجه منفجر شدن آن جان باخته است. محققان دانشگاه دربی انگلیس به طور تصادفی یک توده خشکی به طول بیش از 400 کیلومتر در زیر تنگه دیویس بین کانادا و گرینلند در حین مطالعه حرکات تکتونیکی صفحات در منطقه کشف کردند. وبگاه اسکای نیوز عربی نوشت محققان توضیح دادند که پیشقاره جدید تنگه دیویس یک توده تکتونیکی که به یک قاره مجزا تبدیل شد در طی یک دوره طولانی شکاف در کف دریا بین گرینلند و قاره آمریکای شمالی به وجود آمده است. بر اساس این مطالعه شکاف اولیه بین کانادا و گرینلند حدود 118 میلیون سال پیش آغاز شد، اما کف دریا تا 61 میلیون سال پیش شروع به گسترش نکرد و چیزی که امروزه به نام تنگه دیویس شناخته می شود شکل گرفت.